رادیو همراه بفرمایید. سلام، خسته نباشین. سلام، بفرمایید. جناب دکتر، من از کانادا تماس میگیرم باهاتون. حدود 2 ساله که من اومدم اینجا و ازدواج کردم، از راه دور با همسرم آشنا شدم و الان بعد از این 2 سال نه، صبر کنید. نه، یه ذره توضیح بیشتر بدید. کجا آشنا شدید؟ چه مدتی این آشنایی بود که ازدواج کردید؟ ایشون چه مدتی اگر کانادا بودن؟ و بعد اول بگید هر دو چند سالتونه، اون مهمتره. من الان 29 سالمه و همسرم 37 سالشونه. بسیار خوب. ایرانی حدود بله 3-4 سال پیش ما با هم دیگه آشنا شدیم. ما آشناییمون به این صورت بود که من ایران بودم و خب داشتم تلاش میکردم که بیام خارج کشور واسه تحصیل و خب یکی از دوستای مامان ایشون رو معرفی کردن، عکس ایشون رو برای من فرستادن. من به محض اینکه عکسش رو دیدم گفتم نه، نمیخوام، این خیلی چاقه، چون من خودم خیلی به ظاهرم میرسم، خیلی ورزش میکنم، خیلی مثلا اهمیت میدم به ظاهرم. بعد من تا عکس ایشون رو دیدم گفتم نه، من اصلا مرد چاق نمیخوام. و خب اطرافیان هی با من صحبت کردن، مامانم، خواهرم، که حالا مامانم زیاد توی این مسئله دخیل نبود، میگفت هر جور خودت سلام میدونی، ولی خواهرم و بابام خیلی به هم میگفتن که تو همیشه ظاهر بینی، تو همه کسایی که انتخاب کردی خوش تیپ و خوش قیافه بودن ولی اصلا نه پول نداشتن نه مثلا شعور داشتن، تو همش به دنبال ظاهر هستی و حالا بیا یه بار امتحان کن توی زندگی که بری ببینی اخلاقش خوبه فلانه، عاشقش میشی، عشق به وجود میاد. و من در واقع این بذارید ازتون سوال کنم، شما چند تا خواهر برادر دارید؟ از این خودش الان من بچه آخر خانواده هستم، یه خواهر و 2 برادر بزرگتر از خودم دارم. بنابراین چهارمی هستید از 4 تا. بله، بچه آخر هستم. قبلی با شما چقدر فاصله داره؟ خواهرم حدود 6 سال از من بزرگتره. اوکی. خب میگفتید. بله. و شما در ایران، حالی که قطعتون کردم، در ایران چی خونده بودید شما؟ من برق خونده بودم، مهندسی برق خونده بودم و خب چون که کار برام گیر نیومده بود توی اون رشتم، به عنوان معلم زبان تدریس میکردم توی ایران، زبان انگلیسی. و من همیشه عمرم در حال کار کردن بودم. مشهود. شما از این دانشگاهی خوبی فارغ التحصیل شدید یا یه دانشگاهی که دانشگاه آزاد بود؟ خب شما که اینقدر اهل کار و فعالیت بودید، چرا خوب درس نخونده بودید که دانشگاهی برید که بعدا با رشتتون بتونید کار کنید؟ رشته مهندسی برق، خب همین که بعد از اینکه من درسم و در واقع اینجوری بهتون بگم، این رشته رو من اصلا دوست نداشتم از ابتدا. یعنی یه جورایی همیشه همه اعضای خانواده واسه من تصمیم گرفتن که من چی کار بکنم و بابای من میگفتش که من خودم عاشق ادبیات و هنرم، نقاشی میکشم، خیلی روحیه حساس دارم و بابا میگفت بخوای بری رشته گل و بلبل، ول کن، برو مهندس شو، برو دکتر شو و همونجور که خودتون میدونید بیشتر خانواده ایرانی. و خب من در واقع مهندسی برق رو به خاطر اینکه بابام خودش توی اداره برق بود میگفت من تضمین میکنم شغلتو، تو برو دنبال این کار. رفتم درسش رو خوندم، مدرکم با بالاترین نمرات گرفتم، با اینکه خیلی واسم سخت بود، اصلا با روحیات من سازگار نبود، علایق من نبود، خوندم تا آخرش، مدرکم گرفتم. بعدش یهو گفتن که نه دیگه کار نیست، دیگه ما واسه همکارامون جای خالی نداریم. و منم گفتم خیلی خب، حالا که نمیشه میرم به عنوان معلم زبان تدریس میکنم. یه مدت در یه مغازه آرایشی کار میکردم و همون موقع که مشغول بودم اونجا، در واقع با همسرم که الان هستن آشنا شدم و عکسشو فرستادن. من گفتم به هیچ وجه اینو نمیخوام، این خیلی چاقه، من اصلا ظاهر اینو نمیپسندم. خواهرم و بابام گفتن این فرصت بده. نه اونا رو شنیدم. به من بگید ایشون فرزند چند دومن؟ ایشون تک فرزندن، نه خواهر دارن نه برادر. اون وقت چه مدتی بوده که خارج از ایران بودن؟ حدود 12 سال که ایران، از ایران خارج شدن، اومدن کانادا واسه تحصیل و همینجا بعدش شروع به کار کردن. و خیلی جالب بود برای من جناب دکتر، وقتی با ایشون صحبت کردم، ایشون هیچ دوست صمیمی اینجا نداشتن و برای من خیلی عجیب بود. وقتی ازش پرسیدم چرا تو هیچ دوستی نداری اونجا، میگفتش که به خاطر که من مرتب کارم رو داشتم عوض میکردم، از این استان به اون استان میرفتم واسه در واقع پیشرفت توی کارم
و برای همین مدت طولانی یه جا نموندم که بخوام دوست صمیمی پیدا بکنم. ولی الان که اومدم اینجا با اینکه خب مدت زیادی هست یه جا ساکن هستیم، میبینم نه اصلا این روابط اجتماعی بلد نیست، اصلا دوست نداره با کسی ارتباط داشته باشه، یعنی روی روحیه کاملا در تضاد با من. من عاشق صحبت کردن، در ارتباط با مردم بودن، دوست پیدا کردن، و ایشون عاشق اینه که روز تعطیل بمونه تو خونه پای تلویزیون دراز بکشه بخوره، هیچ فعالیت بدنی نداشته باشه، و این میشه یک روز در واقع عالی واسه ایشون و یک روز کسالتبار واسه من. خب این کاملا آشکاره. حالا شما چه مدتی با هم آخه حرف میزدید؟ خیلی کوتاه، یعنی ما از زمانی که شروع کردیم به حرف زدن حدود 3 ماه بعدش به من گفت من میخوام بیام ایران ببینم و بیام خواستگاری. من بهش گفتم این مدت خیلی کوتاهه و در واقع اینجوری شد من قبول کردم باش حرف بزنم، که من مامانم به مادرشون گفت دختر من میگه نه، چون که بعد ایشون هی اصرار کرد که چرا، مامانم گفت چون میگه پسرتون مثلا چاقه، و گفت خب این درستش میکنه میره اونجا با هم ورزش میکنن. بعد که هی اصرار کردن من به خودشم گفتم شما چاقی، من نمیپسندم، و ایشون گفتش که من به شما قول میدم که لاغر میشم و من این قول رو به خودم و به شما میدم. گفتم خیلی خوب برو ببینم چی کار میکنی. فرداش عکس فرستاد که رفته جیم، در واقع کلید باشگاه گرفته و شروع کرد به وزن کم کردن و ورزش کردن و تلاش. و وقتی که بعد از 3 ماه اومد ایران من بهش گفتم که منش قولی به تو نمیدم، نه اینکه این همه راه بیای و انتظار داشته باشه من به تو بله بگم. گفتم من هیچ انتظاری ندارم، فقط میام که ببینمت و اگه هم قبول نکردی من میرم دوباره سال دیگه میام. گفتم خیلی خوب اگه انتظاری نیست اوکی بیا. و وقتی اومد دیدم چقدر وزن کم کرده، چقدر متفاوت شده، و مامان بابا گفتن این که اینقدر وزن الان کم کرده پس 100% ادامه میده و ببین چقدر تو رو میخواد، چقدر دوستت داره. و خب به پشت تلفن که باش حرف میزدم، آقای دکتر هیچ وقت قلب من تون نزد به خاطر واسه این مرد، هیچ وقت احساس این که یک عشقی هست، یک هیجانی هست نبود، یعنی کاملا منطقی من پیش رفتم بدون احساس. و گفتم خیلی خب باشه پس، یعنی یه جوره انگار بی خیال همه چیز شده بودم. گفتم اوکی شاید من اشتباه میکنم، من این همه در واقع کسایی رو آشنا شدم ظاهر عالی ولی توشون در واقع تو زرد بودن، بذار پس من این رو امتحان کنم، الان بزرگترها این حرف رو میزنن من این راه رو برم ببینم این راه چطوریه، شاید راست میگن، شاید این عشق بعد از ازدواج به وجود بیاد. ولی هنوز که هنوز هیچ عشقی نیست آقای دکتر، یعنی من خودم رو مجبور میکنم که با این مرد رابطه جنسی داشته باشم و زجر برای من وقتی که مجبورم کنارش بخوابم. خب آخه ایشون اینا رو خبر دارن؟ بله من بهشون گفتم همه اینا رو. با وجود امکان با وجود امکان کنار شما بمونه؟ بله با وجود این خب کنار من بمونه. آخه ببینید عزیز، حرفی که شما زدید متاسفانه درسته، شما درست عکس همین، بنابراین شما یه دختری هستید با یه ویژگی روانی خاص که میشه حد زد چه هستید، ایشون عکس علت هم که تونستید یک کمی به سمت هم کشیده و کشانده بشید چون برای هم دیگه ترمزید. اما با توجه به حرف هایی که شما میزنید که این رابطه نه تنها نادرسته خطرناکه، من نمیدونم ایشون چی کار باید بکنه. ایشون اولا احتمالا با توجه به ویژگی روانیشون یه زمینه بیهسی و بیهساسی دارن و اهمیت هم نمیدن. دقیقاً همینطوره. یعنی شما وقتی از 100 تا مرد که این حرف رو همسرشون یا دختری که میخواد باشون ازدواج کنه یا ازدواج کرده بزنید، 90 تاشون اون روز آخر ملاقاتشون میرن دنبال کارشون. ولی ایشون چون براش فرقی نمیکنه و معلومه که یه زمینه به هر حال بی‌حسی و بی‌احساسی داره. و ماجرا ایشون رشته تحصیلی و شغلشون چیه؟ صنایع غذایی خونده و الان توی در واقع کوالیتی اشورنس هست. و جناب دکتر خیلی هم وسواس و دقیق تو کاراش، یعنی اینقدر همه چیزو میخواد کنترل کنه. خب معلوم مثلا مشخصه بی‌حسی و بی‌احساسی از شما، اگر نگاه کنید به مقدار شخصیت وسواسی مجبور، کسی که حس و احساس نداره، به همین که دنبال یه نوع فعالیت هایی است که او رو در بی‌حسی و بی‌احساسیش کمک کنه و راحت و آسوده باشه.
بنابراین شما متفاوت و متضاد با همین. و بعدم اون توصیه های حکیمانه بیمعنی که مثلا خب معلوم هر آدمی که زن و مردی با هم حرف میزنن به هم یه توجهی میکنن چون چیزهایی در هم کشف کنن، ولی عاشق هم شدن تزمینی نیست، به علاوه آدم بهتره عاشق بشه ازدواج کنه. خب الان که به اینجا رسید، شما گفتید 2 سال آمدید، بله. خب حالا الان شما اگر آنچه را که همکنون میدانید میدانستید با ایشون ازدواج میکردید؟ خیر، به هیچ وجه. آیا ایشون فکر میکنید همچنان میخوان در این زندگی با وجود که میدونن شما ایشون را نمیخواید و تمایلی بهشون ندارید، چون میخوان هنوز تو زندگی بمونن؟ من هر سری بهش میگم ما اصلا به هم نمیخوریم، بیا از هم جدا بشیم، گریه میکنه، چی میگن، یعنی رفتاری که قشنگ میکنه اینه که میره توی تخت خواب میگیره میخوابه، پترو میکشه رو سرش گریه میکنه مثل بچه ها. یعنی معلومه. جناب دکتر، من همون هفته اولی که اومدم کانادا، تو همون هفته اول فهمیدم که نمیتونم باهاش زیر سقف باشم. یعنی اصلا گفتم من میخوام برگردم برم ایران، نمیخوام، بیا بدون هیچ دردسری جدا بشیم. من فهمیدم که این اشتباهه، من نمیتونم با تو زیر سقف باشم. و دقیقا واکنشش همین بود، رفت توی اتاق، در بست، دراز کشید روی تخت، پتو رو کشید رو سرش و شروع کرد به گریه کردن و من دلم سوخت. یعنی به خاطر حس ترحم گفتم بذار یه فرصت بهش بدم. و بعد جناب دکتر، از اون زمانی که ما ازدواج کردیم اون قضیه ورزشش کنار رفت. یعنی مثل هست که میگن خر طرف از پل گذشت، خرش انگار از پل گذشت و چاق شد دوباره. یعنی من هی بهش میگم که ورزش کن، اصلا میگه نه فایده نداره عزیزم. ببینید اصلا نه ببینید عزیزم، اعتیاد بدترین اعتیادی که جهان رو خراب کرده و خرابتر میکنه اول خیال کردن، دوم غذاست، سوم مواد مخدره. ماجرای آدمی که وزن اضافه داره و غذا میخوره بسیار پیچیده است، برای که عملی که باید بکنه ضد طبیعته. طبیعت به مغزی که سای میلیون ها سال گفته وقتی گرسنه هستی و میخوای بگرد پیدا کن حتی بجنگ و بخور. در دنیای امروز که خوردن امکان پذیره به این راحتی ها با مسئله وزن نمیشه کنار آمد. و بعدم این در زمان مختلف، شما توی 1 ساعت نخورید، بعد از 60 دقیقه 61 دقیقه بخوریدش. شما اصلا با حرفایی که میزنید جز این که خطر برای همدیگه به وجود بیارید و کار بالا بگیره چیز دیگری نیست. حالا اگر شما دلتون میخواد در کانادا بمونید، اگر فکر کنید با توجه به وضعیت مهاجرت ایشون میتونید به هر حال اجازه اقامت بگیرید یا براتون هست، خب این کار میتونید بکنید. ولی این زندگی به گونه ای که شما توصیف میکنید که اسمش ازدواج نیست عزیز. دقیقا همینطوره. فقط در جناب دکتر، ما چون با هم دیگه یک خونه خریدیم، چون من از هفته دومی که وارد کانادا شدم کار پیدا کردم و شروع به کار کردم و هنوز مشغول به کار هستم، و خب چون من سر کار رفتم تونستم کمکش بکنم و یه خونه خیلی بزرگ با هم دیگه خریدیم. من حتی تونستم پدر و مادرم رو ساپورت بکنم، بیارمشون اینجا، الان اومدن کنار من هستن. و با توجه به تمام این شرایط، چیزی که منو خیلی میترسونه از این که خیلی قوی پیش برم و جدا بشم اینه که چی کار بکنم. از پس هزینه ها برمیام، چون مسلما میخوام بمونم توی کانادا، میخوام که زندگی اینجا رو ادامه بدم و پدر مادرم رو نگه دارم. ولی ترس این که چی میشه اگر من جدا بشم، چی میشه خونه، چی میشه پول به اندازه کافی دارم بتونم خرج بکنم. آخه شما یه بحث اقتصادی دارید عزیز، برای این تصمیم دیگر شما که میخوام پدر مادرم بیارم کانادا، آخه اونا بیان کانادا چگونه زندگی کنن؟ شما خودتون از عهده اداری زندگی خودتون بر نمیه، شما هنوز تکلیف اقامتتون نامشخصه، درآمدی که دارید خب ممکنه در زندگی زناشویی کمکی باشه با همسرتون بتونید ادامه بدید، اما این چیز نیست که بتونید خرج پدر و مادر بدید. برای پدر و مادر چه امکاناتی دارن، ایران رو چگونه رها کنن؟ اصلا من باور نمی کنم پیشنهادها و فکرهایی که در ذهنتونه. مسائل خرید خونه که معنی اینه، خرید خونه یک کاریست که براحتی از در اقتصادی، اونم تو بازاری که یک کمی افزایش قیمت بوده، بدون اینکه ضرر بکنید میتونید اونو به همش بریزید. ولی اینکه شما بخواید در کانادا بمونید
پدر و مادر رو بیارید کانادا، شما زندگی اونا رو اداره کنید. این از کجا در اومد؟ نه اونا اینجا هستن، یعنی اومدن الان اینجا هستن پیش همه. آخه نه اومدن، آخه به عنوان چی اومدن؟ اقامتشون به چی عنوان بوده؟ همین مولتی ویزا، همین ویزای 5 ساله. خیلی خوب، خیلی خوب. حالا به من بگید پدر مادر من در ایران کار نمی کرده، من چند سالشونه؟ بازنشست شدن. آه چند سالشونه؟ مادرم حدود 57-8 سالشه، بابام حدود 70 سالشه. خب آخه بحث اقتصادی شما الان دارید عزیزم. بله، یه چند چیز بود که یادم رفت میخواستم بگم. یکی این که من اقامت کانادا رو الان دارم، یعنی میتونم بمونم خودم. دو این که در مورد ترس از تغییر در خودم میخواستم بهتون بگم که من از بچگی این ترس از تغییر رو، حالا چه مدرسه‌ام میخواست عوض بشه، چه میخواستم رشته دانشگاهیمو عوض کنم، هر گونه تغییری واسه من خیلی سخته. یکی از چیزایی که مانع من میشه که الان این وضعیت و شرایط الانم عوض بکنم همین ترس از تغییرمه. یه مورد دیگه بود. یه مورد دیگه در مورد یکی از رفتارهای همسرم میخواستم بگم که من یه سگ آورده بودم در واقع از یک حالت یتیم خونه سگ، و رفتار همسر من خیلی بد بود با این سگ. یعنی جوری بود که وقتی به سگه یه دستوری میداد و سگه به دستورش گوش نمیداد، سگه رو با قلاده میبست به پله ها و سرش داد میزد و تو صورتش تف مینداخت که من گریه میکردم با سگه و خیلی دعوا میکردم باهاش که تو فکر کردی با آدم طرفی، حتی آدم دلش نمیاد با آدم این کارو بکنه، تو چطوری میتونی با این سگ بی زبون اینطور رفتار بکنی؟ و من خیلی وحشت کردم وقتی اون رفتارشو با اون سگ دیدم. این چیزا رو میخواستم بهتون بگم که حالا حرفتون رو بشنوم در این مورد. ممنون. شما اولا گفتید الان مشکلی برای ماندن در کانادا ندارید، اجازه نه اقامت بعد از ندارم. 2 سال هم. خب پدر و مادر با چه گفتید ویزا؟ ولی ویزای 5 ساله که به کسی نمیدن، میدن؟ چی گفتید؟ ویزای 5 ساله یه ویزایی هست، مالتی ویزا هستش، که در واقع اگر که میزان حقوق منی که دارم ساپورتشون میکنم از یک حدی بیشتر باشه، میتونم پدر و مادر رو ساپورت کنم بیارم اینجا. خب از ایران چون در واقع پاسپورت ها 5 ساله نیست، 4 ساله، 2 تا 2 سال میتونن اینجا بمونن و الان پیش من هستن، به این صورت اومدن. خب دلشون میخواد بمونه؟ خیلی دوست دارن بمونن، یعنی مامان و بابا گفتن ما حاضریم همه جوره حمایتت کنیم، چون اومدن اینجا رفتاری همسرم رو دیدن، نه کاری گفتن با ما نه. حتی خب شده آقا شما 3 تا خواهر برادر دارید که ایران هست، درسته؟ خواهرم خارج از کشوره ولی برادرم ایران هستن. خب پدر مادر ترجیحشون است که در کانادا بمونن کنار شما؟ بله. اون وقت از نظر هزینه شما فکر کنید اگر از همسرتون جدا بشید توان اداره کردن زندگی 3 نفر رو هر 3 نفرتون با هم دارید؟ خودشون میگن که ما میریم ایران پول میاریم با خودمون که در واقع خرج ما گردن تو نیفته. نه آیا امکانات مالی در ایران دارن با فروشی که میکنن؟ بله میتونن بفروشن، خونه دارن میتونن بفروشن. بله حالا پس بریم سراغ، چون مسئله به مقدار زیادی روشن. پرسش شما از من چی عزیز؟ این که اولا که چطور میتونم این تغییر رو توی زندگی ایجاد بکنم، چطور میتونم یعنی این جرأت رو خودم بدم؟ دست از این بازی بردار. شما وقتی که میخواید تغییر بکنید، شما بچه کوچولو که نیستید که بهتون میگن از این اتاق برید اون اتاق، فکر کنید اتاق پر از شبه هست و غول ها هستن. شما که تغییر بدید، خب چی به چی تغییر بکنید؟ یعنی چرا برای خودتون بازی در آوردید؟ چون ببینید شما متاسفانه مجبورم بهتون میگم بدجوری بار اومدید. اصلا حرفایی که در آغاز زدید من رو به تعجب انداخت در همه زمین ها، به برخورد پدر و مادر، یعنی نه واقعیتی، نه مسئولیتی، نه عقلی، نه هوشی در اون حرف ها در جهت ارتباط شما با ایشون و یا ازدواجتون، یعنی همه کاملا غیر واقع بینانه و غیر عاقلانه بود و غیر حتی مسئولانه از جانب پدر بوده. الان هم همینطوره. اونو بذارید کنار و بحث این که من از تغییر میترسم، به من برگردم بگن به جای این صندلی برو اون صندلی، میگم من از تغییر میترسم، آه این دکونیست که باز کردید. یعنی یه بهانه ایست
برای اینکه شما میخواید مسئولیت رو به گردن دیگران بندازید که دیگران میگن خب برو بشین اونجا، بگید خب تو گفتی من میشین، اونو ولش کنید. من اصلا گفتگوی مربوط به تغییر شما رو متوجه نیستم و اصلا معنی هم نداره. میفهمم آدما شرایط حتی بد شناخته شده رو به شرایط خوب ناشناخته ترجیح میدن، ولی نه در اینا، اونم در این زمینه مسائل وقتی آشکاره، تازه شما تو اون زندگی چیزی ندارید که فکر کنید با داشتنش خطر دارید، مسئله دارید، ولی این طرف که کنار پدر مادرتون که ندارید. حالا آیا پدر مادر شما الان تو همون خونه زندگی میکنن که همسرتون هم هست؟ بله. خب اون وقت برخورد همسرتون با پدر و مادرتون چطوره؟ از وقتی که پدر و مادر اومدن خیلی گوشه‌گیرتر شده و دخلاق‌تر شده و اینکه از سر کار که میاد سری میره میخوابه، یعنی اصلا وقتی با همون نمیگذرونه. حالا پدر و مادر به شما میگن چی کار کن؟ از پدر و مادر میگن که این اخلاقایی که ما از این میبینیم تعجب میکنیم، تو چجوری 2 سال اینا تحمل کردی؟ جدا بشو. خب اصلا خود اگر به همسرتون هم بگید اسم چیزی که ما داریم زندگیه، که به شما نمیگه زندگیه. بعد شما تو این شرایط برای چی رفتید سگ آوردید عزیز؟ به خاطر اینکه قبل از این بود که مامانم و بابام بیان، چون نمیدونستم چقدر طول میکشه تا پدر و مادر بیان اینجا، من خیلی حس تنهایی میکردم، دوست داشتم برم پیاده روی، همسرم با من نمیومد، همراهی نمیکرد. گفتم خب پس من میرم یه سگ میارم، با سگم میرم پیاده روی، وقت با اون بگذرونم. وقتی که اونو بردم دیدم که برخوردهای همسرم با سگ اینطوری بود. آخه عزیزم وقتی میگم مثلا واقع میدان و عاقلانه نیست، شما برای پیاده روی میرید سگ میارید توی خونه ی آدمی با اون ویژگی ها خب من از بچگی عاشق سگم خب بودم، عاشق سگ معلومه با من سگ بیارم حق داشتن، برای که عزیزم خیلی شما نگاهتون به دنیا غیر عادیه. مجبورم بهتون بگم، اصلا نمیتونم پنهان کنم، خیلی شما لوس بار اومدید، اصلا باور نکردنی، اصلا باور نکردنی. من نمیدونم پدر مادر شما چه کردن، الان هم که پاشتن اومدن دنبال شما تصمیم گرفتن بیان کانادا، راضی هستن. من نمیدونم از چیش راضی هستن، ولی پدر مادر که کار نمیخوان بکنن یا نمیتونن بکنن، درسته؟ بله درسته. ولی فکر میکنید با سرمایه‌ای که دارن میتونن اونجا به هر حال زندگی رو بگذرونن و یا پتاب کمکی از یا از پزشکی و بهداشت هم شاید به هر حال اونجا بتونن کمک بله بگیرن؟ بله خودشون گفتن حالا که ما سربار تو نمیشیم از نظر مالی، یعنی خودشون گفتن نگران این مسئله نباش. شما حالا به من بفرمایید، بفرمایید سوال شما الان از من چی هست؟ سوال من اینه که با توجه به تمام این چیزایی که گفتم، با توجه به این که همسر من برخورداش به این صورته، اینطور با من رفتار میکنه، هیچ عشق و احساسی نیست، فقط میخوام مطمئن شم که تصمیم من واسه جدایی درسته. من اون رو نمیدونم، اون انتخاب شما، اصلا هیچی تو این ازدواج نیست، یعنی اینقدر این خالیه که حد نداره. یعنی شما درست مثل اینه که بگید ما رفتیم مدتی نشستیم توی مغازه مبل فروشی و همه همون منتظریم که برامون شام و نهار بیارن چون گفتن اینجا رستوران. من نمیدونم تو مغازه مافروشی شام و نهار از کجا پیدا میشه، مگر از یه جای دیگه بگیرم براتون بیارم. مثلا شما ازدواجتون عجیب و غریب بوده. یکی دیگه از ترسایی خیلی بزرگ من، حالا میخندین به هم، ولی ترسم اینه میگم بعدا جدا بشم، بعد گیره یه نفر بیفتم که خیلی بد باشه رفتارش، یا اصلا کسی رو برای زندگی با آیندم پیدا نکنم، همسر پیدا نکنم، تا آخر عمرم مجرد بمونم از این فکرها. خیلی خیلی آخه از این پرتو. خب آخه ببینید عزیز، مثل این که من برگردم بگم من گرفتم تو خیابون ایستادم جیغ زدم داد زدم گریه کردم مردم رو هل دادم هیچ کس معلم نمیذاره. آخه عزیز این چه دنیاییست که میگم، وقتی میگم نه واقع بینید نه عاقلید نه تو هوشتون رو به کار میندازید جز اینکه بخواید بگید که یالا من دارم به شما میگم نمیدونم نمیتونم، هر کاری میتونید بکنید بکنید. وقتی میگم لوس بار اومدید دقیقا یعنی همین. این حرف فرط و پلاها چیه؟ اولا شما از کجا احتیاج به شوهر دارید که بدون اون نمیشه زندگی؟ دوم از کجا که کس دیگر رو پیدا نکنید؟ سوم اگر اون آدم بد بود یک اردنگی نثارشون میفرمایید میزنید بندازیدشون بیرون؟ من همچون میخوام تو محبوت بودم، اصلا این چه بازیست که در آوردید؟
واقعا پدر مادر تو یه جایزه میخوان برای پرورش و تربیت. اینقدر اولا رفتی برق خوندی، بعد اصلا برق به تو نمیاد، کجای تو براقه، برق تو رو گرفته به سر زده، کار دسته داده دختر، اصلا باورم نمیشه به خدا. جالب اینه که بازی بری کار هنری بکنی، کار هنری میخواستی چیکار، نقاشی میخواستی بکشی؟ خب به روحیاتم خیلی میخورد، یعنی آخه به بخش رویت با اون که نمیشه ادبیات. زندگی کرد عزیزم، مثل که من برگردم بگم من آخه با اون میشه زندگی کرد؟ شما در ایران میشید درآمدی داشته باشید که باید زندگی کنید، در کانادا با نقاشی؟ دوستشم مثلا بعدن معلم این کار بشم یا تدریس خیر، این کار رو بکنم، خدا چیزی به که تو خیر ذهن کنه. خودم بود اینجوری بود. آخه اون استعداد و قابلیت نقاشی رو کی در شما تشخیص داده؟ آخه اینا یه زمینه استعداد و مایه بله خب درونی ما میخواد. بله توی خانوادهمون اکثرا همه نقاشی میکشن، مثلا تابلوهای رنگ و روغن در حد خیلی حرفه‌ای. منم از بچگی نقاشی کشیدم، خیلی علاقه‌مند شدم، هنوزم خب حالا نقاشی میکشم شاید نمیدونم اینطوری. کدامشون از این طریق درآمدی دارند. هیچ کدوم. من میترسم تو فامیل همه نقاشی میکنن ولی به درد خودشون میخوره عزیز. مثل نقاشی بچه های کوچولو هست که با افتخار میارن میدن به پدر مادر، یا پدر بزرگ مادر بزرگ میزنن به یخچال رو همه بهش افتخار میکنن، 4 تا خط کشیده. برحال عزیز یه ذره مواظب خودتون باشید، یه کمی واقع بینانه عمل کنید، به هر حال ببینید چه میکنید، ولی این اسمش زندگی زناشویی نیست. ایشون هم از زندگی با شما نه لذتی میبره، نه آرامشی داره، نه امنیتی داره، نه حس و احساس خوبی داره، هیچ، فقط یه دوستان من جدال چطوری دائمی. رازیش بکنم که آخه جدا قرار نیست بشه؟ هیچ جوره راضی نمیشه. اصلا شما احتیاج به رضایت ایشون داره، رضایت ایشون داره. شما یه حرفی زدید که خیلی بده عزیز، که اون ترحم کنید. میدونید آخه وحشتناکه یه مردی که ترحم بخواد، یه زنی که ترحم بخواد، که دیگه رابطه نیست عزیز. نه اون درماندگی و بیچارگی، چون معلومه احتیاج به کمک روانی دارن از این وضعیت بیرون بیاد. و بعدم شما هم تنها کسی هستید که اگر ایشون زخمی دارن نمک روشین، نه رها کنید عزیز. بعدم رضایت ایشون رو نمیخواید، مگر شما ازدواجتون حتما حتما اشتباه بوده، نمیدونم چرا یه دفعه، البته حالا پیداست یه مقدار هدفهایی در جهت اومدن به کانادا حتی از جانب خانواده بوده، ولی کدام پدر مادر یه دفعه را بیفته بیاد بگه ما میخوایم آخر عمری کانادا زندگی کنیم، 3 تا بچه‌مون هم یا 2 تاشون ایران هم، ایشون یه جای دیگه است، ما آمدیم اینجا. حالی به هر حال آمدید، به هر حال امیدوارم هرچی که خوبه براتون اتفاق بیفته، ولی اصلا خوشحال نشدم از آن چه شنیدم. و لطفا یه خانم روانشناس هم پیدا کنید، حتما حتما خانم روانشناس پیدا کنید، حالا یا از ایران از راه دور و یا در خود نمیدونم کدام شهر بزرگ کانادا هستید، روانشناسانی هستند در ونکوور و تورنتو و اینا هستند یا اتاوا، امیدوارم بتونید کمک بگیرید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنونم. یه سوال آخر میتونم بپرسم ازتون؟ بفرمایید. من اگر بعدها بخوام ازدواج بکنم، آیا به نظر شما هم باید ظاهر طرف به من 100% بخوره حتما هم درون معلوم، طرف؟ اصلا بدون فیزیکال اند سکشوال اترکشن کسی قرار نیست به کسی نزدیک بشه عزیز. مثل اینکه شما بگید آیا من برم یک کفشی بخرم که اصلا اینقدر تنگ باشه تا پامو توش نتونم بکنم؟ نه، اصلا بدون فیزیکال اند سکشوال اترکشن اصلا حرف مفته. شما میخواید ازدواج کنید، شما که نمیخواید برید با کسی درس بخونید یا برید کوهنوردی؟ اصلا من اون پرت و پلا چی بوده به شما گفته؟ شما از نظر فیزیکی و جنسی به کسی کشیده و کشانده بشید دو طرفه، بعد ببینید حالا بعد از اینکه صورتش خوب بود ببینید سیرت خوبم داره یا نه، این نداره بلش کنید برید. ولی آدمی که صورت و سیرت خوب داشته باشه پیدا میشه. اما شما یه ذره باید یه روانشناس کمکتون کنه، یه کمی دختر اقلا خوب و متوسطی بشید. الان هیچ، الان به درد کسی نمیخورید، یه ذره صبر کنید ببینیم چه میشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز، منم با آخر وقتم رسیدم.